همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده. آقای قاضی‌زاده، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در مورد بحران روسیه، از تبعات بحران روسیه بر جنگ اوکراین نوشته. از سمت دیگه هم اطمینان داده که اقدام گروه واگنر چالش بزرگی برای ارتش روسیه نخواهد بود. این گفته ها رو باید موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال بحران روسیه قلمداد کنیم به نظر شما؟ بله، طی ساعتی که تاکنون طی شده، رسانه‌های نزدیک به حکومت، رسانه‌های سپاه، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار نظر سریع و شفافی نکردن. کاملا مشخصه که در شوک اتفاقی هستن که رخ داده. در همین سخطی که نور نیوز نوشته هم شما میتونید آثار ترس و نگرانی رو ببینید، اما آثار مخرب آن چیزی که رخ داده فراتر از این سخطی است که نور نیوز نوشته. گروه واگنر گروهی بوده که تقریبا در همه بخش‌هایی که ارتش روسیه در این جنگ دستاوردی به دست آورده، واگنر هم اونجا حضور داشته و اون بخشی از جامعه روسیه که طرفدار حمله روسیه به اوکراین هستن، واگنر در بین اونها محبوبیت داره و همین خاطر در میانه یک جنگ، وقتی اون هم در زیر ضد حمله که همین الان اوکراین علیه روسیه در واقع تدارک دیده، یک گروهی که دستاوردهای مهمی هم برای ارتش متجاوز روسیه داشته از اونجا کنده میشه و به سمت روسیه حرکت میکنه و روایت رسمی کرملین رو از این جنگ زیر سوال میبره، اتفاقی که میفته خیلی فراتر از اینه که آثار مخرب داشته باشه. و اون چیزی که در ادامه ذکر کرده که ارتش روسیه به راحتی از پس گروه واگنر برخواهد اومد، نه این گونه نیست. نه اینکه نتونه به لحاظ نظامی این کارو انجام بده، قطعا ارتش روسیه بسیار بزرگتر هست، ولی شما در وسط یک جنگی که یک بخش مهمی از نیروهای نظامی که برای دستاورد درست کردن باید قهرمانان ملی باشن، همینطور که پوتین امروز از سخنرانیش گفت، شما نمیتونی به راحتی بر اونها آتش بکشی و اگر این کارو بکنی تبعات بسیار گسترده‌ای داره و روی نیروهای نظامیت. افکار عمومی روسیه الان دارن میبینن که یکی از ستونهای این جنگ داره روایت کرملین زیر سوال میبره و همین خاطر میشه فهمید که مقامهای جمهوری اسلامی چقدر از این اتفاقی که افتاده نگران هستند و میشه فهمید که در واقع تبعات آینده‌ای که تبعاتی که در روزهای آینده این شورش واگنر برای همپیمان امروز جمهوری اسلامی در واقع به دنبال داره، گریبان این حکومت رو هم میگیره. آقای قاضی‌زاده، گمان میکنید که پیامد این اتفاقات بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه چه خواهد بود؟ ببینید، جمهوری اسلامی وارد یک معادله شد که اصطلاحاً اون بازی بزرگان بود. یعنی یک سمت قصه روسیه است، در سمت قصه اوکراین هست و همه همپیمانان ناتوش. جمهوری اسلامی همه تخم مرغ‌هاشو گذاشت در سبد روسیه و یک تصمیم بسیار خطرناکی برای در واقع که تبعات خطرناکی برای کشور ایران میتونه داشته باشه. اگر معادلات این جنگ در واقع به شدت به ضرر روسیه پیش بره، اگر ابعاد این جنگ بزرگتر بشه و به هر نحوی از آنها کشورهای دیگری بخوان درگیر این قصه بشن، این اصلا ممکنه تمامیت ارضی ایران رو هم حتی به خطر بندازه و طبیعتاً شکست روسیه در این مقطع به شدت موقعیت جمهوری اسلامی رو در من تضعیف میکنه با این اعمالی که در ارسال پهباد و موشک و در واقع اقدامات از این دست جمهوری اسلامی خیلی صریحا و علنی در طرف روسیه قرار گرفت. طبیعتاً شورش گروه واگنر میتونه در واقع همه معادلات رو به هم بزنه و اصلا قصه شاید به اونجا نرسه که ناتو بخواد در ابعاد گسترده‌تری کمک بکنه. یعنی اون چیزی که الان در تهران داره بحث میشه بین مقامات جمهوری اسلامی اینه که اگر ابعاد این قصه خیلی سریع جمع نشه و ارتش روسیه و دولت روسیه خودشو جمع جور بکنه، تبعات این قصه که به تهران میره بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه. یعنی اگر این شکست صریح و روشنی اگر روسیه باش مواجه بشه، قطعا جمهوری اسلامی موقعیت بسیار بسیار ضعیفتری در معادلات بین المللی پیدا خواهد کرد و با این وضعیتی که الان در حقوق بشر در ایران داره، وضعیتی که با منطقه ساخته سر برنامه هسته‌ای، یعنی مهمترین متحد خودش رو به نام روسیه از دست میده و اون وقت دیگه بسیار بسیار در مقابل اسرائیل، آمریکا ضربه‌پذیرتر خواهد شد. ممنونم از شما، علی حسین قاضی‌زاده.